کیارن سعادت هستم، فعال حقوق زن و همچنان در کنار مسئول فعالیت های تجارتی بودم و حدود 4 سال می شد در غرب کابل در بخش تولید لباس کار میکردم. تجارت را که البته در شروع آغاز کردم با سرمایه که خیلی کم بود، حدود 1 لک افغانی می شد و مشخصا در بخش تولید لباس بود، بنابرای که در افغانستان لباس های هزارگی و همچنان لباس های محفلی طرفدار زیاد داره و همچنان در کشورهای دیگه هم شهری های ما که هستن طرفدار شد و می خاطر ما در این بخش فعالیت کردم. و سقوط حکومت و آمدن طالبا کار ما خیلی خوب شده بود و حدودا بین 50 تا 80 خانم بود که به صورت غیر مستقیم برای ما کار میکرد، یعنی خانم هایی بودن که در بخش تولید لباس، در بخش دخت، بافت اینا با ما همکاری میکردن و مکمل کسایی که با ما همکاری داشتن خانوما بود، ولی متاسفانه پس از سقوط دولت فعلا فقط 5 خانوم است که برای ما کار میکنن. خب در مجموع در افغانستان در امی آخر ما تنها در بخش تجارت نی، در همه بخش ها مثلا برای خانوما اجازه کار فعالیت دادن نمیشه، مثلا خانوما تا اجازه تحصیل نداره و به یک خانوم تجارت پیشه، یعنی چیزی که بهش مهم است بهش اجازه باید داده شده تا در بیرون از خانه فعالیت بکنن، وقتی اینا محدود میشه و حتی گفته میشه که بدون محرم نمیتونه سفر بکنه، یعنی محدودیت هاییست که اگر بر یک خانوم که تجارت میکنه باید شده نمیتونه کار بکنه، مثلا یک خانوم امکانش است در نمایشگاه شرکت بکنه به خاطر خرید از ناس در کشورهای دیگه سفر داشته باشه، ولی وقتی محدودیت ها وضع میشه که خانم بدون محرم نمیتونه سفر کنه و برشی ویزا دادن نمیشه، این مشکلات ها دقیقا ما فکر میکنم برای خانم تجارت پیشه جز مشکلات اولیه رفتن سفر به تنهایی و رفتن به بیرون و کار کردن چیزهایی است که نیاز هست و برای فعلا حداقل این همین محدودیت ها از طرف طالب ها وضع شده، به من خاطر خیلی باعث کندی تجارت ما شده و خیلی کار را سخت کرده. ما همیشه آرزوی می نمی بود که باید در افغانستان در آینده یک حداقل در محبت کار خود یک کس تأثیر گذار باشم، بتونم علاوه بر خودم بتونم بر یک تعداد دیگه خدمت کنم و تازه کم کم مثلا شروع کار ما بود، حداقل خودم از لحاظ مالی خود کفا شده بودم و یک تعداد دیگه هم بودن که امروی ما حتی قلم ضرورت اولیشان را از طریق کار با ما برآورده میکردن و بی جز امو روزای یا امو خواستای اولیه ما بود که کم کم میخواستم با او برسم و همچنان در کنارش دوست داشتم در آینده ما تجارت خود را رشد بتونم، از مثلا بعد از افغانستان در کشورهای دیگه بتونیم محصولات بیشتر از آدرس افغانستان صادر بکنیم و فعالیت های بیشتر داشته باشم و من خودم همیشه دوست داشتم باید در افغانستان زندگی کنم، یعنی هیچ وقت من هوای رفتن به خارج به سرم نبود، همیشه دوست داشتم فقط تحصیل ما چون بنابرم اون امکانات پایین در افغانستان بود، دوست داشتم در کشور دیگه تحصیل بکنم ولی برای دایم در افغانستان باشم، در حداقل به عنوان یک شهروند اما حقی که دولت برای ما داره، حقی که مردم برای ما داره، مثلا مصرف که برای ما کرده اون امور رو برآورده بکنم که متاسفانه نتونستم. این حرف بارها گفتم ولی بازم ما به عنوان یک شهروند کوچک از افغانستان پیام به جامعه جهانی ای است که مردم افغانستان را تنها نگذارید و همچنان طالبان را به رسمیت نشناسید، چون طالبان یعنی با او ایده با او ظرفیت پایینی که داره یعنی نمیتونه برای مردم افغانستان کار و فعالیت بکنه و باید یک یعنی جامعه جهانی تلاش بکنه تا یک نظامی که دو همه مردم شامل باشه و با خاص سوارای مردم باشه در قسمت تشکیل نمیتونه نظام با مردم افغانستان همکار باشه. ما یعنی در 8 مارت نمیخوایم روز زن را تبریک بگویم برای زنای افغانستان، چون یعنی ما
یک دلخوشی باید داشته باشیم تا از این روز تجلیل بکنیم. متاسفانه ما این اعمال که صحبت میکنم شاید خیلی خانم هاست که به دلیل زن بودن، به دلیل فعالیت، به دلیل کار زندانی هست، در اسارت طالبان هست و زنهایی هستن که تا کشته شدن. به می خاطر ما گفتنی خاص ندارم، فقط از همه جهان، زنان جهان خاص دارم تا با زنان افغانستان همصدا شوند و زنان افغانستان را تنها نگذارند.